ایران همواره سعی کرده تا به تکنولوژی استفاده از صنعت هسته‌ای دست پیدا کنه، اما خب این استفاده صلح‌آمیز زیاد دستمایه بازی‌های سیاسی قدرت‌های جهانی قرار گرفته. توصیه می‌کنم همراه این قسمت پازل باشید تا با یکی دیگه از کارایی‌های این صنعت و انرژی ارزان، پرکاربرد و مفید آشنا بشید. در مورد تاریخچه مجموعه انستیتو پاستور، انستیتو پاستور 95 سال قبل تأسیس شده. 1299. بله، یعنی 95 سال قبل زمانی تأسیس شد که بیماری‌های عفونی کشور رو گرفته بود و هیچ واکسنی در اختیار مردم نبود. بنابراین از روز تأسیسش به همت یک خیری به اسم مرحوم فرمان فرما این تأسیس شد و لایحه اون هم با دفاع مرحوم مدرس در مجلس تصویب شد، به خاطر اینکه مجلس موافق نبودن با تأسیس انستیتو پاستور. دلیلش هم بود که رئیس اولش یه فرانسوی بود که سال 700 تومان پول میخواست و اون زمان خیلی بود به هر حال این پول، ولی با دفاع مرحوم مدرس لایحه تصویب شد. بعد اینجا تو هزینه جاری کم آورد که باز واقف اومد قناتهاش رو که سال 1000 تومان درآمد داشت اونم اختصاص داد به پاستور و به این شکل با همت یک خیر اینجا شکل گرفت. انستیتو پاستور یکی از قدیمی ترین مراکز تولید واکسن و دارو در ایرانه که خوشبختانه همیشه خبرهای خوبی برای مردم داشته و تلاش زیادی در کاهش درد و رنج بیماران کرده. چند سالی گذشت، به هر حال تو تولید واکسن سرآمد شد، به طوری که زمانی اروپا تو واکسن آبله کم آورد و ایران نزدیک به 5 میلیون دوز اهدا کرد به اروپا واکسن آبله رو. نکته بعدی این که این تاریخچه ادامه پیدا کرد تا اینکه زیست فناوری به روش جدید شک گرفت و بعد از انقلاب یه همکاری که با کوبا صورت گرفت، تولید واکسن هپاتیت بی به روش نو ترکیب در پاستور شروع شد. الان پاستور یه مجموعه است که بخشش تولید واکسن هست، بخشش تولید داروهای نو ترکیب هست، محلولهای تزریقی هست و مجموعه ای از شرکت‌های دانش‌بنیان. این مجموعه به هیچ وجه بیماری رو بهش مراجعه نمی‌کنه، تخت بیمارستانی در اختیار نداره. اگر ما بگیم مثلا هپاتیت یه آزمایشگاه پیشرفته می‌خواد، این رو انستیتو پاستور داره، یعنی یه آزمایشگاهی داره که میگه آیا هپاتیت به این دارو مقاومه، به این دارو حساس هست یا نیست. این آزمایشگاه تعیین میکنه که الان چه ویروسی از چه نوعی در کشور وجود داره، منشأش کجاست. این میشه آزمایشگاهش. یه بخشش میشه واکسنش که حالا باید واکسن تولید کنیم، این آزمایشگاه باز کنار تولید واکسنه. و یه بخشش میشه دارو که حالا کسی هپاتیت گرفت دارو میخواد، اون میشه داروی اینترفرون. بنابراین یه بسته ای ما داریم که کل این بسته با هم که جمع میشن کنترل بیماری هپاتیت میکنه. حالا اینجا فضای تولید دیگه درسته؟ بله، مجتمع که درش در واقع قرار دادیم مجتمع تولید داروهای نوترکیب هست که پیشینش در واقع از سال در واقع دهه اواسط دهه 70 قراردادش در واقع منعقد شد و از اواسط دهه 80 و دهه 80 شروع به کار کرد. توی مجتمع 4 داروی در واقع نوترکیب تولید میشه. واکسن هپاتیت ب که کل نیازهای کشور برطرف میکنه، یعنی خودکفا شدیم. بله بله، واکسن هپاتیت ب کاملا خودکفا شدیم. داروی نو ترکیب پایه باکتری هست، استرپتوکیناز و اینترفرون آلفا 2 ب که
که برای چه بیماری استفاده میشه؟ بیمارانی که در واقع سیستم ایمنی بدن در معرض ویروس قرار گرفته به هر علتی و نیاز به در واقع کمک به سیستم ایمنی بدن هست و بیمارانی که در معرض سکته‌های قلبی هستن به دلیل شرایط لخته شدن خون در رگ‌هاشون در واقع از این دارو استفاده میکنن و دارو نوترکیب ارتروپویتین هست که بر اساس بیس جانوری، پایه جانوری، سلول جانوری ساخته میشه. اون هم در واقع کمکی است به بیمارانی که در واقع دچار نقص در سیستم ایمنی شدن و کمک است به بیماران سرطانی و کسانی که دچار حمله در واقع ویروسی شدن که سیستم ایمنیشون رو تقویت بکنه. یه نکته ظریفی تو کشور رخ داده که این توجه به بیماری عفونی رو کم کرد. 95 سال پیش اولین علت کشتار مردم و کودک و زن و بچه همه بوده بیماری عفونی. الان میگن که دیگه بیماری عفونی نیست، بیماری غیرواگیر سکته قلبی مغزی. نه اینکه اینها زیاد شده، بلکه به دلیل اینه که اون کم کرد، کنترل شده، اون اومد پایین جدول، اینها رفت در صدر جدول قرار گرفت. یعنی ما به خاطر همت روزانمون که داریم واکسن میزنیم بیماری ها رو کنترل میکنیم، بیماری نداریم. ولی خب کنار ما کشوری هست که دوباره فلج اطفال تو شایع شد. خب نه اینکه این در کل دنیا ریشه‌کن شده، در یک کشور پیشرفته دوباره سیاه سرفه پدیدار شد. این وقتی کنترل نکنی دوباره اوج میگیره. لذا موفقیت کشور ما در اینه که با این بسته های فناوری که در اختیار داره این رو در سطح پایینی حفظ کرده و نگه داشته. در حقیقت شما توی مجموعه پاستور دارید یه کار استراتژیک رو انجام میدید دیگه، یه مجموعه ای که خطر ابتلا به بیماری های بسیار خطرناک رو توی کشور داره کنترل میکنه. بله، ولی خاموشه. یعنی چون که احساس نمیشه روزمره کنهو فکر میکنن که چی کاری در کار نیست. یه مثال بزنم، ما در غرب ایران یه پایگاهی داریم به اسم اکنلو تو همدان. ما کارمون روی جوندگانه که طاعون رو تو جوندگان رصد میکنیم. خب ما طاعون نداریم به خاطر اینکه دائم رصدخونه ما داره کار میکنه، همون گونه که مردم میدونن که یه سیستم راداری قوی که داری هواپیمایی نمیاد تو کشور، ولی اگه نداشته باشی میاد. رصد بیماری و کنترلش باعث شده چیزی نداشته باشیم. ولی شما ببینید یه کشور آفریقایی با یه ابولا اقتصادش و جمعیتش و سیاست و همه چیش به هم ریخت. نمونه های مشابه این سانتریفیوژ در سطح جهان از سرعتی برابر 18,000 دور بر دقیقه برخورداره که دستیابی به سرعت 20,000 دور بر دقیقه در این سانتریفیوژ ایرانی زمینه لازم رو جهت ارتقای سطح کیفی محصولات دارویی فراهم میکنه. شما میدونید که توی فضایی که کلین روم هست و شرایط تولید وجود داره خیلی سخته ورود کردن اونجا، یه شرایط ویژه‌ای حکم فرماست که نمیشه وارد شد. الان هم اینجا ما نمیتونیم وارد کلین روم بشیم، توی این راهروی تولید باید با آقای مهندس گفتگو کنیم. مهندس، در مورد این داروهای نوترکیب و واکسن برامون گفتین، این نحوه تولید اینا چجوریه؟ درست. حالا اون که بیس جانوری داره یا بیس باکتریش؟ داروهایی که در واقع اینجا تولید میشه بر اساس پروتئینی هستش که داخل میکروارگانیسم‌ها تولید میشه. میکروارگانیسم‌ها گونه‌های مختلفی دارن، از جمله باکتری، مخمر، سلول‌های جانوری، و هر کدوم از اینها یک سویه‌ای دارن که با یک کدی مشخص میشه و یک خواص مشخصی دارن. مسئله تولید به این ترتیب هست که ابتدا این سویه که حالت در واقع دیاکتیو هست و فریز هست توی دمای خیلی پایین تحویل گرفته میشه، شرایطی براش مهیا میشه که این سویه بتونه رشد بکنه، خودش رو در واقع تطبیق بده با محیط کشتش. محیط کشت هم در واقع غذایی هستش که به اون سلول داده میشه، شامل منبع کربنی، منبع نیتروژنی، ویتامین ها و کلی مواردی هست که سلول برای تغذیه رشد و نمو بهش نیاز داره. در مرحله‌ای که در واقع رشد و تکثیر سلول صورت می‌گیره، توی دستگاه تجهیزاتی هست به نام فرمانتور.
فرمانتور این دستگاهی که اینجا میبینید. بله که در اسکیل‌های مختلف هست، اول توی در واقع بزرگنمایی کوچکتر و بعد میرسیم به بزرگنمایی در واقع اصلیمون که میزان یعنی اصلی تولید اول داخل اون انجام میشه بعد داخل این. در واقع مخازنی هستن که جنسشون استیل هست، کاملا شرایطش کنترل شده است که آلودگی ایجاد نشه، محیط کش این تو سترون میشه، میکروگانیسم اضافه میشه و طی شرایطی که هوادهی میشه و محیط کش بهش میرسه و همزن در واقع خوب همش میزنه، رشد کافی و وافی صورت میگیره. ما وقتی میخوایم واکسن تولید کنیم، یه بخشش این هست که بیایم یه باکتری که میخوایم توش واکسن تولید کنیم کشت بدیم و زیادش کنیم، انبوهش کنیم. خب محیط کشت میریزیم، وقتی زیاد شد ما باید سایر اجزا رو دور بریزیم، فقط بخش واکسن رو به طور خالص به مردم بدیم. و اگه مثلا شما حساب کنید که مثلا چند صد کیلو مواد در ابتدای مسیر داریم، باید 20 گرم در آخر مسیر داشته باشید، بقیه رو باید دور بریزید. یکی از تکنولوژی هایی که جدا میکنه اون چرا که ما میخواهیم از اون چه که باید جدا بشود، سانتریفوژ. این سانتریفوژ زمان تحریم، حالا به بهانه اینکه هیچ سانتریفوژی به ایران ندید، اینم گذاشتن جزء لیست، گفتن اینم مبادا بره باش مثلا یو اف 6 درست کن، در حالی که ربطی نداره. به هر حال این باعث شد ندن. ما در انستو پاستور مهندسی که اینا رو تعمیر میکرد اومد یه نمونه اولیه ساخت و این اعلام شد که ببینین یه مهندس هم اینا ساخت، بنابراین این خیلی چیزی نیست که شما تحریم کنید. اما برای یک کشور نمیصرفه که بیاد کارخونه بزنه حالا 10 تا سانتریفوژ میخواد. این بود که این نمونه اولیه رو ما به سازمان انرژی اتمی دادیم که شما که در این موضوع به قول معروف خبره هستید بیاین و کاملش کنید. سانتریفوژ در مراحل مختلف اینجا استفاده یعنی شما هم با سازمان انرژی اتمی یه کاری انجام میدین، خلاصه شما مربوط میشین به انرژی هسته‌ای. بله، البته کاری که کردن دوستان با توجه به سوابقی که اونجا داشتن تو تولید سانتریفوژهای در واقع اولترا و فوق پیشرفته، ما از در واقع تجربیات اونا استفاده کردیم که سانتریفوژهایی که اینجا استفاده میکنیم برای جداسازی میکروارگانیسممون از محیط کشت بهینه سازی کنیم و سانتریفوژهای با کارایی بالاتر و با بازده بالاتر در واقع از اونها تهیه کردیم و از دانشجو استفاده کردیم. شما الان دارین همکاری میکنین، سانتریفیوژ میسازن برای شما؟ بله، در واقع یکی از کاربردهای سانتریفوژ توی بیوتکنولوژی هست. داروهایی هم که ما تولید میکنیم در واقع تو داروهایی هستش که زمینه بیوتکنولوژی داره و چون نیاز به روش‌های جداسازی پیشرفته داره، یکی از در واقع مایحتاج در واقع این فرایند ما سانتریفوژ است. تا قبل از اون چی کار می‌کردین؟ این روش انجام نمی‌شد، روش ابداعی ماست، یا اینکه قبلاً انجام می‌شد و به طریق دیگه بود؟ خیر، انجام می‌شد، منتها با یه سانتریفوژ‌هایی که در واقع اینها به سختی تهیه شده بود، لوازم یدکیش نبود، عملکردش شاید خیلی مناسب نبود. در حقیقت ما می‌خریدیم. بله، از خارج تهیه می‌شد. به سختی. بله. خیلی خوب. این سانتریفیوژا رو بریم ببینیم. من بله، خیلی مشتاقم ببینیم. حالا بیایم با ما بریم. تو من سانتریفیوژای قدیمی رو بهتون با ساختار و اندازی این سانتریفیوژا توسط متخصصای داخلی، ایران امکان تولید 30 نوع واکسن دامی و 10 نوع واکسن انسانی رو از این طریق پیدا می‌کنه. پاستوفرونه، پاستوکیناس و واکسن هپاتیت بی، درسته؟ بله دقیقا. خب اینا کارایش چیه؟ این واکسن هپاتیت بی که معلومه پاستوفرون کارش در واقع کمک به سیستم ایمنی بدن هستش، در واقع برای بیمارانی که به هر دلیلی حالا چه بیماری ایمنش. ایدز باشه، چه سرطان باشه یا هر دلیل دیگه. پاستوکیناس چیکار میکنه؟ آبل رف کننده لخته خون است برای بیمارانی که در واقع در معرض آمبولی یا در واقع سکته مغزی. قلبی و مغزی و قلبی. اینم که هپاتیت بی، واکسن هپاتیت بی. اصل واکسن ها میدونید که خیلی استراتژیک هستن، به این دلیل که خود دولت ها در واقع روشون تمرکز میکنن و در واقع نظام سلامت رو
پشتیبانی میکنه. این مجتمع هم در واقع مهمترینه. بله. مهمترین دارویی که شما توی مجتمع از لحاظ در واقع حوزه سلامت به نوعی داروی استراتژیک حساب میشه. حالا اهمیت داروی دیگه هم کمتر از این نیست. خیلی. ولی این مشتبه به نام در واقع مجتمع هپاتیت ب شناخته شده. بالاخره میخواین سانتریفیوژ ساخت ایران به ما نشون بدین یا نمیخواین؟ بله. این سانتریفیوژی که با کمک دوستان خیلی اینا سانتریفیوژ قدیمی هست. اون سانتریفیوژی که اونجا ملاحظه میفرمایید اون سانتریفیوژ بله بهینه سازی شده و با یه شکل و شمایل دیگری در واقع ساخته شده. کلاً همه چی قیافش هم با اینا فرق بله کاملا تغییر درسته. کرده کاراییش، نحوه کنترلش و بازده و ایناش کلاً در واقع بهینه شده. خب اقبالی خیلی خوبی شد. آقای دکتر سالی، آقای زهران خوب کار کردن و این تیم اومد و ساخت. حالا ویژگی خوبش چی بود؟ اون سانتریفوژی که اونها به ما داده بودن دما رو به من نمیداد که الان دمای مرکزی چنده، الان دور چنده، الان به هر حال شتاب چنده. حالا وقتی ساختن خودشون که در اون موضوع وارد من گفتن میخواید یه کنترل پنل به شما بدیم که شما اینا رو ببینید، ما دیدیم که خب الان دیگه باب بازه دیگه، گفتیم اینو که دادی نسل اول رو ولش کن، این موتور رو بذار رو سقفش، این صداش رو کم کن، دورش رو عوض کن، محیط رو چنین کن، یعنی بهینش هم کرد. بله، یعنی این اگر شما نگاه کنید به فاصله هر 6 ماهی یه سانتریفوژ ساخته شد که این با اولی متفاوت بود. الان همینطور داره به روز ساخته میشه که با قبلی متفاوته. این یعنی زمانی که تکنولوژی دست خودته به روز کردنش با یه سفارش 6 ماه طول میکشه، ولی وقتی وارد میکنی نه میتونی چنین سفارشی بدی نه برات مقدوره که یه سانتریفوژ از این بگیری، یکی از یکی دیگه بگیری، یکی از یکی دیگه، و هر کدوم خرابیش یه پشتیبانی فنی میخواد، یه شرکت میخواد، یه تعهد میخواد. یکی از عوامل مهم اینه که سانتریفوژ بتونه در سرعت‌های بالا اون بالانسش رو حفظ بکنه. مجبور بودیم که قطعاتش رو در واقع تعویض کنیم، قطعات هم به سختی گیر میومد و هزینه بالایی رو در واقع داشت. تو سانتریفوژهای جدیدی که دوستان در واقع بهینه‌سازی کردن، اولا سرعت به میزان قابل توجهی بالاتر رفته، ضمن اینکه شرایط کنترلی خیلی بهتری داره، یعنی ارتعاش و دما رو به راحتی کنترل میکنه، دور رو کنترل میکنه و میتونید دور رو شما خودتون زیاد و کم بکنید و اثرش رو بازده ببینید، در حالی که تو سانتریفوژهای قبلی ما این امکانات رو نداشتیم. ضمن اینکه این سانتریفوژها جای کمتری میگیرن از نظر سر و صدا و ارتعاشی که در واقع به پرسنل میتونن آسیب بزنن، میزانش خیلی پایینتر و ایمنی بالاتری داره. زیبایی این موضوع این شد که گفتن خب قله این کار کجاست؟ فرض بگیم ما توبولارش رو زدیم، بالاترش هم هست. گفتن بله زونال سانتریفوژ یکی از این جلوتر، اون یه تکنولوژی دیگریه. گفتن خب اینم بذارین تو قرارداد تا براتون اینم بزنین. بنابراین حالا اینا ما رو به راهی کشوندن که با دقت‌های بالا، با سرعت‌های بالاتر و کیفیت بهتر بریم در این عرصه ورود کنیم. خب دیگه ولی اونا بگن که سانتریفوژها رو محدود کنید، پزشکی که محدود نمیشه کرد، بازار دنیا هم ببینه که خب ما ارزان‌تر از اونا میدیم، بنابراین اینا که نمیشه محدود کرد. لذا خدا خواست که ما در یه مسیری وارد بشیم که این مسیر هر روز یه آفرینشی درش هست، یه نشاطی درش هست، و پاستور الان یار به هر حال تکنولوژیک و یار مشاور فنی میده به سازمان و این دوتا با هم شدن. مهندس کاویانپور الان داریم یه ادعا میکنیم، ما نمونه خارجی که اینجا داریم 5 تا هم ازش داریم با نمونه داخلی که بچه‌های خودمون ساختن تو شرایط تحریم هم ساختن، تو این همه فشار سازمان انرژی اتمی ساختن، شما میگین اون از این بهینه تره و الان این ادعای بزرگ عمل هم میکنه یا نه؟ عرضم خدمتتون ما تو شرایط در واقع شبیه فرایند این رو آزمون کردیم، نتایج خیلی خوبی گرفتیم، منتظر هستیم که در واقع سانتریفوژهای جدیدی هم بیاد و اینها رو جایگزین بکنیم و تو شرایط ادامه داره، یعنی کار به همین یه دونه ختم نمیشه. خیر، این در واقع 8 سانتریفوژ دیگه قرار است که به مجموعه اضافه بشه، تو بخش مختلف به کار گرفته بشه و تو 3 بخش متوالی باز آزمون کنیم و نتایج رو در واقع بررسی بکنیم. تا حالا که نتایج بسیار
خوب بوده در این سانتریفیوژی که اون گوشه میبینین و دوستان اون داخل مشغولن دارن باهاش کارهایی انجام میدن، اون سانتریفیوژ دقیقاً اولین قدمه برای تولید سانتریفیوژ در هیته دارو، هیته دارو و بیوتکنولوژی که ایران برداشته. بدونید که اتفاق خیلی مهمیه. اینجا فضای کلین رومه، اینجا فضای اتاق این من هم الان ایشون هم آقای مهندس کاویانپوره، فقط چشام پیداست. اینجا فضای کلین رومه، خیلی محبت کردن تا ما بتونیم بیایم داخل. این فضای کلین رومه، این همین فرمانتورایی که خدمتتون عرض کردم، فرمانتورای رشد میکروارگانیسم کوچیک و بزرگ، بزرگ. پنل‌های کنترلیشون هست. ما در واقع 4 تا فرمانتور داریم تو این قسمت. این اولین سانتریفوژی هستش که دوستان در واقع برای ما تهیه کردن. این ایرانیه، این ایرانیه. و اتفاقی که افتاده، ما یه پنل کنترلی اینجا داریم که این پنل کنترلی کلی پارامترهای این سانتریفوژ رو برای ما در واقع نمایش میده و تحت کنترل است. قابلیت این رو داره که باهاش بتونید در واقع زیاد و کمش بکنید و تحت کنترل خودتون قرار بدید. تماما همه اتفاقاتی که اینجا در حال افتادن هست رو قابل نمایش و قابل ثبت و ضبط می‌بینیم. اعداد و ارقامش اینجا هم قابل کنترل عمل کرد. خیلی هم خوب. ما این دو تا سانتریفیوژای خارجی، دو تا هم اون طرف داشتیم، جای دیگه هم داریم. بله بله، تو این مجتمع هم، تو بخشای دیگه هم، تو هم قسمت‌های دیگه از همین بخش سانتریفیوژای. ولی این اولین سانتریفیوژیه که خودمون ساختیم. بله. تولید خودمونه و اولین قدم رو در ساخت سانتریفیوژی که برای مصارف بیوتکنولوژیک هست رو برداشتیم. این اولین قدمیه که ما برداشتیم. انشالله به زودی کی میشه اون تایمش؟ انشالله ظرف ماهای آتی اتفاق میفته که خیلی سریع قرار این اتفاق بیفته. زنجیره این سانتریفیوژایی که ساخت خودمون هست، تولید داخل هست، انشالله تکمیل بشه، تولید واکسن و تولید بقیه دارو با این سانتریفیوژ بشه. ما دیگه یواش یواش از اینجا خارج میشیم، یه سری تصاویر مختصری هم شما ببینیم، بعد بیایم بیرون که با هم باشیم. بریم مهندس. من نگران شرایط اینجا، خودم روی موجود کثیف میدونم توی فضای کنسان. الان چرا ما هنوز داریم به فعالیت علمیمون، چه تو بخش تحقیقات چه تو بخش تولید واکسن، ادامه میدیم؟ ببینید دو تا دلیل داره. یک، آیا واکسن رو به دلیل اقتصادش میسازن یا به دلیل امنیتش؟ این یک سوال باید جواب داده. چون دارو رو ما به آدم بیمار میدیم، واکسن رو به آدم سالم. بنابراین اگر یک کسی مردمش رو واکسینه میکنه به خاطر امنیته که کمتر تهدید بشند. ما تو آنفولانزای پرندگان دیدیم، میخواستیم بگیریم، کسی نبود بفروشه، و این یه دفعه یه تهدید اقتصادی و امنیتی برای کشور شما میاد. لذا خود معاونین سازمان بهداشت جهانی این تعریف رو کردن، تولید واکسن حوزه امنیت ملی است، حوزه اقتصاد نیست، حوزه مارکت نیست، یه حوزه دیگه است. و ما باید تبریک بگیم، بالاخره ثمره مقاومت مردم این شد که امروز تکنولوژی دارن. همینقدر عرض کنم که در کشورهایی که الان متقاضی تکنولوژی واکسن از ایران هستن، که حالا بعد از انتقال فناوری مردم ببینن چه دارایی به دست آوردن، و این نماد این بود که شما رو به رسمیت شناختند. این بخش از گفتگوی آقای دکتر که فکر میکنم ما از تولید واکسن رسیدیم به سیاست‌های کلان، تو بحث تحریم و بحث دانشبانیان، نشون میده که واقعا این تحریم چقدر خیر و برکت داشته. نه اینکه اذیت نشدیم، اذیت هم شدیم، نخوردن هم کشیدیم، ولی این خیر و برکات رو هم داشته. گروه تولید مستند پازل تلاش‌های زیادی برای گفتگو با متخصصای سازنده این سانتریفیوژها انجام داد، اما تا آخرین لحظات تولید موفق به دریافت مجوز از سازمان انرژی اتمی نشد. سانتریفیوژ ایرانی به همت دانشمندان و متخصصای داخلی در سازمان انرژی اتمی و انستیتو پاستور طراحی و تولید شد. اتفاق خجسته‌ای که به مدد دو سازمان به ظاهر غیر مرتبط رخ داد، و امیدواریم شاهد این همکاری در عرصه‌های مختلف باشیم.